به هشم نعصه به نزلیخ دراتی بالا نموشه مراشا قهیلت یعقوب پاسخ دیگری رو از پاراشای بالاق میخونیم فصل 23 پاسخ 19 میفرماید لو الوی خزو او به نادام و ایت نخام ها او آمر و لو یعصه و دیبر و لو یقیمنا خداوند مرد نیست که کز بگوید و بنی آدمی که پشیمان شود آیا ممکن است قول دهد و انجام ندهد و یا سخن بگوید و آن را استوار نسازد آرا برای خیلی مقادش میفرماید که چرا تکرار کرده مطلب رو هم گفته لویش الوی خزه و بعد گفته و بنادام ویت نخام اما شته ادرا گوت که نگه شته بخینوت فرمود دو تا درجه مقابل دو جنبه هایی که در قول آدم وجود داره هست یکی این که عشر یفتی اخ آدم از که قول میده انسان به دیگری در موضوعی که انجام بده نسبت به او و جنبه دوم این است که موافقت میکنه انسان و میپذیره بر خودش که یک کاری رو نسبت به خودش در رفتار و موضوعهای خودش انجام بده که ارتباطی به دیگران نداره پس یکی در مورد دیگران یکی نسبت به خودش در مقابل گفتاری که او قول میده نسبت به دیگری میفرماید پاسخی که لویش الوی خزه خداوند مثل یک مرد نیست که بخواد دروغ بگه یعنی یک قولی که به یک انسان دیگری داده که کاری رو برای او انجام بده بخواد این رو زیر پا بگذاره در مقابل گفتاری که انسان ن... برخورد نداره به دیگری و انسان با خودش برای خودش نسبت به خودش میخواد یک کاری رو انجام بده آمر رو به و ایت نخام لغت نخاما رو گفته یعنی انسان پشیمون بشه از کاری که بر خودش قبول کرده و پذیرفته شنوم خذب بذولت یعنی به دیگری دروغ نمیگه. زردی به دیگری نمیرسونه. الا ایناخه ملشر دی یعنی پشیمون میشه بر اون کاری که میخواد انجام بده. و اینجا دیگه لفظ دروغ نیست چون که نمیخواد به کسی دروغ بگه. ولی اون تصمیمی که برای خودش گرفته، نسبت به خودش گرفته، میخواد این رو پشیمون بشه و انجامش نده پس دو نوع قول وجود داره که کاری که انسان میخواد برای دیگران انجام بده حالا بعد انجام نمیده که این جنبه دروغ داره و یه کاری که بر خودش پذیرفته ولی پشیمون میشه و اون رو انجامش نمیده و نسبت به کسی نیست و اینجا به نخام گفته و شلفانه نو و در مورد چیزی که جلوه ماست دو مطلبی که کلام فرمود داشتیم یکی که اجرا کنه ملخوت اسرائیل رو و خوبی کنه به اونها خداوند گفته حکومت رو به جامعه اسرائیل میده و دوم فکر کرده خداوند که انجام بده میلش رو که توراش رو به قوم مقدسش بده و این موضوعی که مربوطه به خود خداوند و به دیگری مربوط نیست و در مقابل هر دوی اونها میفرماید که لو ایش وی خزر یعنی در مورد قولی که داده به دیگران که خوبی کنه به اونها که قول داده به پدران که حکومت رو به اونها بده این رو اجرا میکنه و اون رو عقبش نمیزن او آدم به ایتنخام در مورد که بر خودش پذیرفته که پشیمون نمیشه بر اون پذیرش خودش میمشه خاشب به آیت اولامولات اولات اسرائیل در رهبری دنیا که خواست تورا رو به جامعه اسرائیل بده و اونها رو هدایت کنه برای اجرای میسواش و ایمکن اخ شو و اگر اینجوریه چطور بالاق فکر میکنه که خداوند موافقت میکنه و اجازه میده به بیلام که نفرین کنه جامعه اسرائیل رو نیمسا مخذب خواست به شالون به افتاخ خود تافت تا و در این صورت اون وقت قولی که داده به پدران داره کز میگه به نیخام من خاص توسط و داره پشیمون میشه بر کاری که فکر کرده انجام بده در رهبری دنیاست چطور بالاق حاضر میشه این فکر اینطور فکری بکنه که حشم راضی میشه که اجازه بده به بیلام نفرین کنه به جامعه اسرائیل و این خلاف اون قولیه که خداوند به پدرانش داده بنابراین اشتباه بالاق اینجاست که فکر میکنه خدا راضی به نفرین جامعه اسرائیل میشه و اون رو ویخزه به ایتنخان به توسه واب و ادامه میده که ویخزه یعنی کس میگه و پشین موشه با اضافه واب لو ایش ال وی خزه این واب وی خزه و بعد میگه ویت نخام این دوتا واب رو اینجا میخواد برای ما توضیح بده کالل بازشت تفتا خود اینجا در جز میکنه دوتا اون به درجه رو یکی کشم مرد نیست و آدم نیست و نمیشه اون رو با عرضش های انسانی به و مقایستش کرد که پشیمون میشه یا حرفش رو عوض میکنه و دروغ میگه بود لخشت با بشه و بخواد به خدا سوء ببره مطلبی که حتی در انسان ها و مخلوقات گراون پستی و پای نیست و اون دروغه و اون پشیمون شدنه چطور میتونه انسان برای خدا فکر کنه که خدا پشیمون میشه یا اینکه خدا دروغ میگه پس این که میگه لویشل خداوند انسان نیست که خیلی بالاتر و عظیمتر از انسان است و اصلا قابل مقایسه با انسان نیست که انسان دروغ میگه ولی خداوند دروغ نمیگه و شبیه انسان نیست و حتما نمیشه در مورد خدا پشیمانی رو فکر کرد بنیت که بازه و منظور داره شمین هنیم نشه از که القلت اسرائیل از رو با شنه حده که ایش وی خزه و ویت نخوام و اجتناب ناپذیره که انسان بخواد فکر کنه که خداوند راضی به نفرین جامعه اسرائیل باشه که دو موضوع ذکر شده وجود داره که ایش وی خزه و ندام بیت یعنی مثل یه مردی که دروغ میگه و انسانی که پشیمون میشه که اگر خاص به شالم ایش وی خزه یعنی اگر بخواد دروغ بگه بر خوبی کردنش رو جامعه اسرائیل با تمام این لویت خارج لمشه نوگه یا شخاش خاش و اصول به اسرائیل دیگه پشیمون نمیشه به اون موضوعی که فکر کرده نسبت به خودش خداوند که انجام بده میلش رو به وسیله اسرائیل میخواد تورا رو به جامعه اسرائیل بده پس نمیاد اونها رو نفرین کنه و دست اونو عصبانی بشه پس اگر یکیش هم باشه دومیش نیست پس صد البته که الان دوتاش وجود داره و خداوند هیچ کدوم از این قولهاش رو زیر پا نمیگذاره نه اینکه بخواد قولی که به پدران جماعت داده بخواد اون رو عوضش کنه و کذبش بگه و همینطور تورای که خواسته به جامعه اسرائیل بده بخواد اون رو محروم کنه جامعه اسرائیل رو محروم کنه از این طورا و به ایچ وجه نمیاد اجازه بده به بیل آم که جامعه اسرائیل رو نفرین کنه و سوال زیبایی دیگری که آرابار خیلی مقدش مطرح میکنن اینه که چرا یه بار گفته ایش یه بار گفته او به نادام به تهم شپه آمر ایش و دلیل اینکه یه بار گفته ایش و یه بار گفته به به خاطر اینکه اون کسی که قول میده که به خوبی کنه به دیگران این یک مرحله بالا و این اهمیت و ارزش شخص رو میرسونه پس اینجا گفته ایش که لفظ اهمیت و مهم بودنه و در مورد کسی که پشیمون میشه بر چیزی که فکر کرده رو خودش که بخواد این چیزی که پذیرفته بخواد پشیمون بشه که اونجا دیگه مسئله مقام و منزلت و اهمیت نیست پس گفته بنادام بعد میگه هو آمد و گومر و ادامه پاسخ پشت حکاتوف خوزر ل آدم من یه ساده این جمله و پاسخ برمیگرده به آدم یعنی انسانه که میتونه پشیمون بشه و کز بگه ولی خداوند اینطور نیست به افشال پرشو و میشه این رو پیروشش کرد بر عقدش بارو خو از بر این ترتیب و اینکه میفرماید که, که شیروت سلس و محصه اینو ساریخ موقعی که خدا میخواد یک کاری رو انجام بده لازم به عمل نداره الا به معمرشه با کلام خدا همه چیز انجام میشه اون ناسا. و او عمره هاو این که گفته هاو میخواد بگه که خداوندی که ذکر شده اسمش در پیوست که لویشل آمر خدا فقط میگه احتیاج به عمل نداره پروش پولوتاب چه آسا او آمر و تهی یعنی کار خدا اینه که کسی کاری که میخواد انجام ده با کلامه گفتنش عمله لوی پیروش رئیس تاریخ لمسه یعنی که خداوند احتیاج به عمل نداره این که گفته ولوی یعنی خداوند احتیاج به عمل نداره وقتی که میگه با یه هر و یومر الوهیم بیه و یور فرمود خدا نور بشه شد یا فلان طور بشه و این خن و شد یعنی کلام خدا اجراست به خیلی امرو طور گفتن در میشنا با دو امر آفریده شد دنیا و این پیرقابوت فصل پنج میفرماد نمیشنای اول و امرو و دیبر گفته لغت و دیبر رو و دیبر لو ادامه پاسور گفته و دیبر میفرماید که موقعی که خداوند انجام میده با کلامش بگیم که این همه پا بر نیست بر طریقه که میگه شهایا ها اولام رفف روید یعنی وقتی اشم دستور فرمود هنوز دنیا سست بود و لرزان بود دیختیف عمود شمع یه روفافو یعنی های آسمان سست بودند ایو 23 میفرماد و میگر میگراتو یعنی با نهی به خدا محکم شدند و مثل یه نفر که تعجب میکنه متحیر میشه به اصطلاح ماتش میزنه و بی حرکت میسته اینجا با نهی باشه اونا ایستادن سر جاشون و اون روزال چگاه عرشم با این به نهیب زد خداوند به اونها و اونا محکم سر جاشون ایستادن و از اون سستی در اومدن و عمرو و دیبر لاشون قوش اینکه گفته ودیبر لفظ سفتی و محکمی است که نهیب زد به اونا با قدرت ولوی قیمنا پیروش ولوی استارخ لقیمنا و اینکه که میگه ولوی قیمنا آخر پاسخ میفرماید لازم نیست که اون رو پا برجا کنه با عمل الا به دیبورو عقاشهی میتقیمتون میتخزقه یعنی خداوند خداوند با کلامش که دیبور لفظ سخته دنیا رو پابرجا و محکم سر جاش نگه داشت بس این که میفرماد هاو آمر ولو یعصه ودیبر به ولویقی مینا یعنی اون خدایی که احتیاج به عمل نداره لو یعصه فقط آمر میفرماید دنیا آفریده میشه و و نهی بهش که میده دیگه او سر جای خودش مینیسته و دیگه اون تکون نمیخوره پس همه چیز با کلام خدا اجرا میشه عظمت و بزرگی خدا رو نشون میده امیدواریم ز خدا رو بخیم مقادش بر ما ماگن و سپر باشه و همیشه سالم و سلامت و پیروز و موفق و شاد باشیم و 15 ام مال تموز روز هیلورای آرور خای هست که امیدواریم در این روز نشامای پرفوتو و پر از قدوشای ایشون بیست برای همه ما تفیلا بخونه همه ما به اموناشل ما تشوباشل ما رفاشل ما و گولاشل ما و نایل بشیم ما میکنی راسون.